و بعد از بین خودشون این اشخاص، این سازمان ها بیان افرادشون رو بیارن، اونایی که در این سازمان حزب هستن تقاضا بکنن که اعضای خودشون بیان اینجا با شخصیت حقیقی ثبت نام بکنن، موقع رأی گیری افراد خودشون اگه دوست داشتن نامزد بکنن و غیره، و اون بشه تازه ساختاری که ما دموکرات داریم و همه این کارا زیر چش شما انجام بگیره، زیر چش شما انجام بگیره. این کجاش بده؟ پس سوالی که از عزیزان چند روز پیش میکرد که باید پرسید چرا بعضیا نمیان، من فکر میکنم یک حالت اِوولوشن داره، قدم به قدم ترسا داره میریزه. وقتی که ببینن مردم چه شخصیت هایی که در اینجا هستن، مسلم بدونید که خواهن اومد. اجازه بدید که ما چون با آقای دکتر تهرانی هم میخواییم صحبت بکنیم من یه اشاره بکنم. آقای دکتر تهرانی شما فقط من بگید از کجا صحبت میکنید؟ آیا از سکایپ؟ آیا از بیلوکس؟ و یا از پلتاک؟ که من شما رو بگیرم تو برنامه هستید. ایمان مایوود لطفا به من بگید. اجازه بدید که من تأکید بکنم جلسه مهمی که همین یک شنبه که میاد 48 ساعت دیگه ساعت 9 بامداد به وقت غرب آمریکا در اتاق پلتاک انجام خواهد شد در یک اتاق جدیدی به نام تالار پیشگامان نهاد مردمی، که در آن چند سخنران دکتر حسن کیانزاد از حزب پانیرانیست، دکتر منوچهر شجاعی از شورای عالی اشاعره بختیاری، دو سه تا از جوانان جنبش سبز، چندین ساعت سوال و جواب و پرسش و پاسخ از طرف شما عزیزان، و بعدش هم برنامه تلویزیونی روز یک شنبه خواهد بود. 3-4 ساعت برنامه از ساعت 9 صبح به وقت غرب آمریکا تا تقریبا 2 بعد از ظهر 5 ساعت برنامه خواهد بود که امیدوارم که شماها به ما بپیوندید. اجازه بدید که ما یه ویدیو رو شروع بکنیم، بریم یکی دو دقیقه‌شو ببینیم، برگردیم تا من دکتر تهرانی رو پیدا بکنم و در این دقایق آخر با دکتر تهرانی هم ما صحبت بکنیم. ای خشم به جان تاخت توفان شرر شد، ای بغض گل انداخت فریاد خطر شد، ای مشت برافروخت افروخته تر شد، ای حافظ جان وطن از خانه برون آی. از خانه برون چیز که از خیش بدر شد، گر شعله فرو ریزد بشه تاب و میندیش، بر تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو. خاک پدران است که دست دگران است. سلام عزیز، اجازه بدید چون وقت برنامه ما داره تموم میشه، به خاطر اینکه بعضی از مصاحبات طولانی‌تر بود، این ویدیو رو که ما نمیخوایم از وسطش قطع بکنیم و کامل نشون بدیم. دکتر تهرانی عزیز، شما اگه صدای من رو دارید، درود بر شما. 3-4 دقیقه وقت داریم که با شما صحبت کنیم. میدونم وقتتون 8 دقیقه بود، ولی در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. درود بر شما دکتر تهرانی عزیز. درود بر شما، صدای منو میشنوید؟ بله بله، صداتون رو میشنوم. بفرمایید صحبت کنید، همه صدای شما رو میشنوم. اوکی، میتونید آیدی که من براتون فرستادم عکس مجید توکلی رو نشون بدید؟ چش، شما شروع بکنید به صحبت و به من آیدی رو بدید و من پخش میکنم. بفهمید آیدی براتون میدم الان. بله، چون وقت کمه، بفهمید در این 3-4 دقیقه صحبتتون رو بکنید. اوکی، من میخواستم درود به شما بفرستم و تمام هممیهنان در ایران و در خارج کشور. قبلا میخواستم سر تعظیم جلو آقای دکتر مرادخانی به عنوان یک همکار پایین بیارم و به ایشون بگم که به شما افتخار میکنم و شما یک سمبول بزرگ برای نابودی رژیم اسلامی هستید و از تمام کسایی که تو ایران صدای منو میشنون و هم مخصوصا پاسدارا و بسیجی‌های سرانشون، بیایید از آقای دکتر مرادخانی درس عبرت بگیرید.
مسئله دیگه که من می‌خواستم صحبت بکنم در موردش، من دیروز در تلویزیون آزادی که مربوط مجاهدین میشه این فیلم تشییع جنازه خانم بزرگوار مرضیه رو دیدم. اینها چقدر سازماندهی بودن و چقدر با افتخار از مرضیه تشییع جنازه کردن در قیابت ایشون، چون ایشون در پاریس مثل که دفن شدن. چقدر جای تأسفه که هممیهنان دیگر ما در تمام دنیا و همینطور در ایران حزبای مختلفی رو تشکیل دادن و هیچ کدوم با همدیگه نمیخوان همکاری بکنن. من اجازه بدید اگرم تکراری میشه در مورد کشور آلمان یه مثال خیلی کوچیکی بیارم که بگم منظورم چیه. در کشور آلمان در حال حاضر 3 حزب دارن حکومت میکنن. این 3 حزب با همدیگه هر کدوم یه مقدار درصد دارن که با همدیگه 51% آرای مردم آلمان رو به وجود آوردن. این 3 حزب CDU, CSU و FDP هستن و 3 حزب دیگر هم در مخالفت هستن. اینا تونستن یه رقمی بالاتر از 50% به وجود بیارن. این مثال برای این میارم که تو ایران ما ایرانیا به هیچ وجه قادر نیستیم یه حزبی رو تأسیس کنیم و این حزب یک رقمی رو به وجود بیاره مثل 50 یا 60% که بتونه تنهایی حکومت آینده ایران رو دست بگیره. بنابراین ما باید از حالا با همدیگه همکاری کنیم و من میخوام بگم که این نهاد مردمی واقعا مثل یه معجزه است برای من. من سالهای ساله، شاید در حدود 35 سالی که با سیاست سر کار دارم، یه همچی چیزی که مثل نهاد مردمی تا حالا ندیدم که هر کسی با هر عقیده‌ای، با هر شخصیتی، با هر فکری و با هر گذشته‌ای حتی میتونه بیه اینجا و همکاری بکنه و بعدن که ما ایران نجات دادیم بعد سر جزئیات با همدیگه سخن بگویم. من تلویزیونی های زیادی رو میبینم وقتی که تو اینترنت آدم میره و این جهان تفا رو میزنه بیشتر از 80 تا تلویزیون وجود داره که یه مقدارش هم مربوط به جمهوری ننگین اسلامیه. هر کدوم از این آقایون و خانمان میان یه صحبت هایی رو میکنن اکثرا تکراری و واقعا خسته کننده. هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که بیان و بگن ما میخواییم در آینده چی کار بکنیم. به خاطر این کار در آینده باید با همدیگه همبسته بشیم. بنابراین دوستان عزیز خواهش میکنم از جزئیات دست برداریم. من دیروز در پالتاک بودم، یه خانومی که خیلی محترم بود من ایراد گرفت به نهاد مردمی چرا روزی که کروبی در خونهشون رو نمیدونم با رنگ نوشتن اینا نهاد مردمی به خصوص آقای فروتن گفته این غیر انسانیه نباید این کار کنیم. من به ایشون گفتم خانم محترم معنی دموکراتی اینه که هر شخصی بتونه حرف خودش بزنه و با مشت دهنش نزد و دموکراتی یعنی این که حتی آقای کروبی به عقیده این خانم یه جنایتکاره، حتی آقای کروبی هم حق داره، حتی آقای کروبی باید ازش دفاع کرد. اگه آقای کروبی یه اشتباهی کرده که من دقیقاً در موردش نمیخوام صحبت بکنم، باید یه دادگاه قانونی درشون در موردش صحبت بکنه، نه در یه تلویزیون یک آقایی بیاد و به ایشون فوش بده بگه حقش بوده. من همونطوری گفتم دفاع کردم که باید از آقای کروبی دفاع کرد و فقط یک دادگاه میتونه در مورد ایشان قضاوت کنه. بنابراین خواهش میکنم، تمنا میکنم از این جزئیات دست برداریم و به اصلیات بپردازیم. دکتر تهرانی عزیز واقعا دستتون درد نکنه و در رابطه با همین صحبتی هم کردید که بسیار مهم هست، من فکر کنم روز یک شنبه هم صحبت کنیم برای اینکه نه حالا این خانمی که شما گفتید شاید واقعا از ته قلب اینو فکر می‌کره، ولی من شنیدم یک سری اشخاصی دارن مخصوصا سمپاچی میکنن و این صحبت شما رو به غلط جلوه میدن. همونجوری که هفته پیش اومدن گفتن نهاد مردمی مال رفسنجانی لوت، پس فردا میگن مال آقای کروبیه. به هر صورت مطمئن باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست و با هیچ کس هم شوخی نداریم و تا وقتی که بهرام آبتین ها و بنفشه زند ها و لیان ها و ایمان مایوت ها و ستاره ها و دکتر تهرانی ها و ریپابلیکن ها و تمام این گروهی که اینجا هستن، فرهمن مثل یادم رفت، اینا هستن، ما 100% پیروز خواهیم شد. شب و روزتون بخیر. جلسه روز یک شنبه 9 صبح به وقت غرب آمریکا یادتون نره و برنامه بعدی نهاد مردمی همین روز یک شنبه ساعت 12:30 شب به وقت ایران. خدا نگهدار. پاینده ایران.
نوعی